سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه، روز خوبی رو داشته باشید یا پشت سر گذاشته باشید. توی این آموزش میخوام در رابطه با بالا بردن کیفیت یک تصویر سیاه‌سفید برای شما صحبت بکنم. یه موقع‌های یه تصاویری دست ما میرسه، حالا از اینترنت دانلود میکنیم یا تصویر دست ما میرسه، کیفیتش پایینه، یا اصلا تصویر خودمون بوده، تصویری که خودمون ساختیم، مثلا یه لوگویی بوده خودمون ساختیم، ولی دسترسی به تصویر اصلیش نداریم. تصویرم که دست ما هست کیفیتش خیلی پایینه و میخوایم کیفیتش رو ببریم بالاتر. این جلسه میخوام در رابطه با این صحبت بکنم. البته صحبت این جلسه ما در رابطه با تصویر سیاه‌سفیده. حالا جلسات بعدی در رابطه با تصاویر رنگی هم من فیلم هایی رو برای شما ارائه خواهم داد، برای شما دوستان. حالا بریم سراغ این مثال، ببینیم که چجوری میشه این تصویر بی کیفیتی که من از اینترنت دانلود کردم رو کیفیت رو ببرم بالاتر، قابل استفاده توی پروژه باشه. ببینید، من این تصویر قلب رو، شبیه قلب دیگه، اومدم و از اینترنت دانلود کردم. یه کنترل صفر میزنم. کنترل صفر میزنی چی میشه؟ زوم میکنه تو بزرگترین حالت ممکن، یعنی زوم تو فیت میکنه. خب الان این تصویر قلب میبینید که خیلی کیفیتش پایینه. خب ما چیکار میتونیم روی این بکنیم؟ اولین قدمی که شما انجام میدید، رزولوشن این تصویر رو میبرید بالا. پس اول من میام تعداد پیکسل این رو و رزولوشنش رو میبرم بالا. میام توی ایمیج، میام توی ایمیج سایز و اینجا ببینید 250 تا در 200 تا پیکسل هستش. اینو میکنم مثلا 2500. اوکی؟ خب دوباره کنترل صفر رو میزنم. خب میبینید که اون کیفیت افتضاحی که این داشت همچنان داره، یعنی هیچ تفاوتی نکرده. طبیعیه، ما فقط پیکسل‌ها رو بردیم بالا، کار خاصی نکردیم. حالا باید بیایم این رو ویرایش بکنیم تا به یک کیفیت فوق‌العاده توش برسیم. خب من کاری که اینجا انجام میدم، اولا که این لایه رو بیایم و از این حالت لایه بک‌گراند در بیاریم. من اینجا میام و یه دابل کلیک روش می‌کنم، اوکی می‌کنم، از این حالت بک‌گراند در بیاد. خب این لایه‌ای که الان ما داریم، همونطور که می‌بینید رو لبه‌هاش رنجای زیادی داره. من میام توی فیلتر و میام توی بلر و میام توی گاشن بلر. من همیشه توصیه‌ام اینه که قبل از اینکه بخواید این کار انجام بدید، بیایید و این لایه رو یه راست کلیک بکنید روش و گزینه کانورت تو اسمارت آبجکت رو بزنید. اگر این کار رو انجام بدید و اگر لایه‌تون رو اسمارت آبجکت بکنید، بعدن که میایید یک در واقع بلر بهش نسبت میدید، گاشن بلر بهش نسبت میدید، بعدن هم قابل تغییر خواهد بود، یعنی قابلیت داینامیک داره. خب حالا من میام اینجا فیلتر و بلر و گاشن بلر، این رو بهش نسبت میدم. خب مقدار گاشن بلر رو میبرم بالا، این عدو میبرم بالا و باز هم بالاتر. خب اونقدر میبرم بالا که این رنجا رو لبه این مشخص نشه. الان ببینید چجوری شد، اسموس دیگه خیلی نرم شد. خوبه، البته خیلی هم دیگه نبرید بالاها، این دیگه واقعا دیگه اصلا محو میشه کلا، اینجوری هم دیگه نه. خب یه چیز نرمال، مثلا این الان به نظرم بد نباشه، اوکی رو میزنم. الان کاری که شما باید بکنید، باید بگید تو اون لبه های جسمی که الان من دارم، بیاد یه مرزی رو تشکیل بده. ببینید لباش خیلی فیده، درسته؟ باید بگم از اون لبه که خیلی فیده بیاد و نصفش رو بکنه سفید کامل، نصفش هم بکنه مشکی کامل و یه مرز تیزی رو به من بده. خب چجوری رو بهش میگم؟ الان ببینید اینجا رو یه ذره زوم میکنم، اینجا اونی که گفتم یعنی این، ببینید الان اینجا خیلی فیده دیگه. بعد بگم مثلا اینجا یه مرزی رو تشکیل بده، اینجا بشه مشکی، اینجا بشه سفید، اینجا بلا تکلیف و خاکستری نباشه، کلا سفید و مشکی بشه. اگر این کارو بکنم مشکلم حل میشه. خب من الان کافیه که یه کنترل صفر میزنم، بله من الان کافیه که به این لایه‌ای که دارم بیام و اینجا یک، البته ای کاش من از این لایه کنترل جی اون اولش میگرفتم، همین الان میگیرم. بله خب این لایه اصلیه رو من اصلا خاموش بکنم نداشته باشیمش، میخوایم بعدا مقایسه بکنیم، به خاطر همین کپی گرفتم. خب الان به این لایه که الان بالا هست و داریم روش کار میکنیم، میام و یک ادجاستمنت کرو میدم، ادجاستمنت کرو و این زیر محدوده سفید و مشکی. ببینید خیلی خاکستری این وسطش، درسته؟ انواع خاکستری ها. همین هم باعث شده که اینجا مرز مشخصی نداشته باشیم. کافیه من این محدوده رو جمع کنم دیگه. با این کار بهش میگم آقا این محدوده خاکستری رو نداشته باشم، این محدوده هم نداشته باشم
محدوده رو کوچیکش میکنم. ببینید چقدر زیبا کاملا ما کیفیتش رو بردیم بالا. اینجوری شد خیلی راحت. حالا دیگه شما با جابجا کردن اینها و اینکه اینو کجا بذارید میتونید ضخامت این قلبه رو، ضخامت دیوارش رو در واقع تغییر بدید به همین زیبایی. خب من این رو میبندم. حالا میایم مقایسه میکنیم. من میام اینجا این لایه رو، یه لحظه من کل این لایه رو اصلا روشن بکنم. ببینید این لایه اولی همون بود و این لایه‌ای که در نهایت بهش رسیدیم. ببینید که چقدر زیبا تونستیم یه تصویر با کیفیت خیلی پایین رو به تصویر با کیفیت بالا به کمک کرو به دست بیاریم. خب دوستان امیدوارم که این آموزش هم به درتون خورده باشه. بریم ان شاءالله تا آموزش‌های بعدی که باز هم می‌خوایم مطالب جدید رو با هم دیگه یاد بگیریم. فعلا خدا نگهدار.